با سلام خدمت همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم با یک مطلب بسیار جالب در خدمت شما هستم. 10 خوراکی خطرناک که میتونه شما رو بکشه. این غذاها در صورتی که به میزان زیادی مورد مصرف قرار بگیرن، به صورت تدریجی میتونن باعث بیماری‌های جدی و یا حتی مرگ شما بشن. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. شماره 10، تزیینات روی کیک. متاسفانه باید به اطلاع عاشقان کیک ها برسونیم که این خوراکی خوشمزه میتونه باعث مرگ اونها بشه. اکثر افراد از مضرات قند زیاد آگاهی دارن، اما آیا میدانستید که شکر موجود در لعاب روی شیرینی از شکر موجود در خود کیک بیشتره؟ قندی که در یک تکه کوچک از این مواد وجود داره 4 برابر بیشتر از قندیه که در یک پیراشکی پیدا میشه. پس از خوردن این مواد، قند و کلسترول خون به میزان زیادی افزایش پیدا میکنه. شماره 9، شکلات های مارس. این شکلات که در بازار بسیار زیاده و بیش از 12,000 واحد کالری داره. کارشناسان ادعا میکنن که تا چند دقیقه پس از خوردن این شکلات خوشمزه به دلیل کاهش جریان خون به مغز احتمال سکته بسیار بالا میره. شکلات های مارس به شدت برای سلامتی شما خطرناک هستند، اما در صورتی که علاقه زیادی به خوردن شکلات دارید، پیشنهاد میکنیم که از شکلات های سیاه یا تلخ استفاده کنید. شماره 8، جگر چرب. جگر چرب نوعی غذای فرانسویه که معمولا در رستوران های تجملی و گران قیمت مربوط به این کشور به فروش میره. اما در صورتی که روزی به این دست از رستوران ها مراجعه کردید، بهتره بدونید که این خوراک چگونه تهیه میشه. جالبه بدونید که برای تهیه جگر چرب نوعی لوله رو وارد دهان اردک یا غاز میکنن و به زور به حیوان غذا میخورانن. این کار باعث بزرگ شدن و خوشمزه تر شدن کبد یا همون جگر میشه. این کار وحشیانه نه تنها باعث مرگ حیوان میشه، بلکه خوردن آنها ضرر زیادی به بدن انسان میرسونه. شماره 7، بادام تلخ. به دلیل خطر احتمالی زیادی که بادام تلخ برای بدن داره، فروش و خرید اون در کشور نیوزیلند غیرقانونیه. خوردن حتی مقدار کمی بادام تلخ میتونه باعث بروز خطر جدی مخصوصا برای کودکان بشه. این بادام ها برخلاف بادام های شیرین حاوی مقادیری سیانید هستند. خوشبختانه در اکثر موارد بادام هایی که خریداری می شوند شیرین هستند و تنها تعداد کمی بادام تلخ در میان آنها وجود داره. اما در برخی موارد گزارش شده که همین بادام های تلخ در مقادیر کم نیز باعث بروز مسمومیت در افراد شدند. شماره 6، روغن پالم. شاید روغن پالم رو به صورت خام در هیچ کجای دنیا نتونید مشاهده کنید، اما این روغن خطرناک در بسیاری از خوراکی‌ها مثل کره گیاهی، سوپ‌های آماده، روغن‌های پخت و پز، شیرینی‌ها، کیک‌ها و حتی در شکلات‌های نوتلا وجود داره. شماره 5، سیب زمینی‌های سبز. معمولا خوردن سیب زمینی مشکلی برای بدن ایجاد نمی‌کنه، اما بهتره هنگامی که این سیب زمینی‌ها سبز رنگ میشن اونها رو دور بندازید. سیب زمینی ها نوعی گلیکو آلکالوئید به نام سولانین تولید می کنند که ترکیبی سمی برای انسان ها و حیوانات هستند. شماره 4، ذرت بوداده یا پاپ کورن، اما اونهایی که در ماکروویو درست می شن. ذرت بوداده حاوی نوعی اسیده که ماده سرطانزا محسوب می شه. تحقیقات دیگری نیز انجام شده که نشون میده پاپ کورنی که در ماکروفر درست میشه خاصیت سرطانزایی داره. برخی از تولید کنندگان برای تهیه این پاپ کورن ها از ماده شیمیایی به نام دیاستیل استفاده میکنن که باعث ابتلای کارکنان این کارخانه ها به بیماری موسوم به ریه کارگران پاپ کورن سازی شده. پیشنهاد میکنیم شما نیز برای سلامتی بیشتر دانه های ذرت رو خودتون در ماهیتاب تفت داده و به ذرت بوداده تبدیل کنید. شماره 3، نمک. سنگ نمک دارای 80 ماده مختلفه که برای سلامتی لازمه، اما هنگامی که این سنگ در دمای بیش از 2000 درجه سانتیگراد قرار میگیره تا به نمک طعام تبدیل بشه، مقدار زیادی از مواد مغذی رو از دست میده. تحقیقات نشان داده که مصرف زیاد نمک باعث افزایش فشار خون، مشکلات حاد کلیه، تیروئید، کبد و بسیاری از بیماری‌ها و عوارض دیگر میشه. در حال حاضر بسیاری از افراد نمک طعام رو به عنوان سم سفید میشناسن و به جای آن از نمک‌های طبیعی استفاده میکنن.
شماره 2، خوراکی هایی با رنگ های مصنوعی. متاسفانه بسیاری از شکلات ها و شیرنی ها به دلیل استفاده از رنگ های غیر طبیعی در رتبه دوم لیست ما قرار دارند. در حال حاضر استفاده از این رنگ ها به قدری گسترش یافته که خوردن آنها به امری عادی تبدیل شده. لازمه بدونید که این مواد اثرات مخربی دارند. مثلا رنگ‌های آبی موجود در شکلات‌ها و نوشیدنی‌ها باعث ایجاد تومور مغزی، رنگ‌های سبز باعث تومور مثانه، رنگ‌های قرمز باعث سرطان لنفوسید و تیروئید و رنگ‌های زرد باعث بروز تقریبی تمام مشکلات قبلی و علاوه آسم، بیخوابی و رفتار خطرناک میشه. و در نهایت شماره 1، برنج مانده. بسیاری از افراد نمیدونن که خوردن برنجی که از دیشب مونده باعث بروز چه مشکلاتی در بدن اونها خواهد شد. در صورتی که برنج پخته رو شب هنگام در دمای اتاق نگهداری کنید، باکتریی به نام باسیلوس سروس در اون رشد میکنه. این باکتری مواد سمی تولید میکنه که باعث گرفتگی عضلات و اسهال و تهوع شدید در افراد میشه. امیدوارم این ویدیو هم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. در انتهای این ویدیو، ویدیوهای قبلی ما رو تماشا کنید. با تشکر از شما عزیزان، خدا نگهدار.